سلام به همه دوستای عزیز و رفقای بامرامم، سلام به مردم کردستان و تهران و گوهردشت و مهاباد و دانشجوهای شورشی که عظما رو اساسی مچاله کردن و انداختنش تو سطل زباله. بله، حالا توی این وضعیت میخوایم یه نگاهی بندازیم به حرفای خبیثی با خودش. از یه طرف عظما بهش گفته برو نیویورک، از یه طرف دیگه خودش عزا گرفته که بره نیویورک چی بگه، چه غلطی بکنه. تیوی ریشم اومد براش اینطوری بازارگرمی کرد، بگی منو. مصاحبه رئیس جمهور با شبکه سی بی اس آمریکا. آقای رئیسی در این مصاحبه با اشاره به پیمان شکنی های مقامات آمریکایی، توافق بدون تضمین را بی معنی دانست و از عزم جدی ایران برای دستیابی به توافق منصفانه و البته با ضمانت خبر داد. میز مذاکره رو ترک نکردیم و الان توپ در زمین آمریکایی است. اما این مصاحبه یه قسمت دیگه هم داشت که تیبیریش عمدن از روش پرید. ملاحظه بفرمایین. خبرنگار سی بی اس، شما در کمیسیون و کمیته عضویت داشتید که مسئول مجازات 5000 نفر بودید. آیا شما از این اقدام خودتان پشیمان هستید؟ آخوند رئیسی، نکته اول، شما چه سندی دارید برای این موضوع جز ادعایی که مجاهدین می کنند؟ نکته دوم این که من آن زمانی که ادعا شده است در جایگاه معاون دادستان بودم و امروز هم هر حقوقدانی که کمترین اطلاع را داشته باشد می داند که معاون دادستان چه وظایفی دارد و چه کارهایی انجام می دهد. من در تمام مسئولیت‌های حقوقی که در دستگاه قضایی داشتم همواره مدافع حقوق انسان‌ها بودم و هیچ زمانی از دفاع از حقوق مردم غافل نشدم. آره ارباه عمت، یکی تو مدافع حقوق انسانایی، یکی هم چنگیز و هیتلر و خمینی دجال. اینجاست که معلوم میشه سر گاو ولایت و رئیس جمهورش بد جوری تو خمره بدبختی ها گیر کرده. حالا اشرف نشونا هم تو نیویورک اینطوری به پیشواز رئیس جمهور قاتل عظما رفتن. وای خبیثی و عظما بد جوری گرفتار شدن. از همه طرف محاصرن. تو این وضعیت سفر به نیویورک
جز رسوایی و بدبختی هیچی براشون نداره که نداره. به این میگن روزگار رپتی پتیو. دوستان رفقا عزت زیاد.